سلام، وقت در شما بخیر. به خبرهای ساعت 3 با من آزاده بخشی از یک خوش آمدید. اداره ملی احصای و معلومات در خبرنامه اعلام کرده که در ماه میزان سال جاری بیش از 144 هزار شناسنامه برقی توزیع شده است. بر اساس این خبرنامه بیشترین شناسنامه ها در ولایت های کابل، هرات، ننگرهار، قندهار و بلخ توزیع شده است. همچنین گفته شده است که این شناسنامه ها از طریق 78 مرکز توزیع شناسنامه برقی در سراسر کشور توزیع شده است. مسئولان در ریاست شهرداری هرات میگویند که این اداره به ادامه تطبیق پروژه های سالانش در 10 روز گذشته چندین پروژه بزرگ و کوچک را به هزینه حدود 65 میلیون افغانی به اجرا گذاشته است. عبدالهادی نوری سخنگوی شهرداری هرات افزوده که این پروژه ها شامل آسفالت سرک ها، کانال ها، ترمیم سرک است و میگوید که به منظور کیفیت بهتر کار پروژه ها هر روز توسط تیم این اداره نظارت صورت میگیرد. گفتنی است که شهرداری هرات تا ختم سال روان قرار است چندین پروژه خود را و بزرگ را تکمیل کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران پس از حمله اسرائیل به مرکزهای نظامی این کشور گفت که دشمنان ایران بدانند مردم ایران در دفاع از خاکشان به هیچ حراسی ایستادند و به هر حمله با تدبیر و هوشمند پاسخ خواهند داد. او همچنین در پیامی در اکسش کشته شدن سربازان ایرانی در حمله اسرائیل را تسلیت گفته است. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان روز گذشته از کشف 13 اثر تاریخی از ولسوالی علیشنگ این ولایت خبر داده است. این ریاست قدامت اثرهای تاریخی کشف شده را بین 300 تا 350 سال برآورد کرده است. دفتر رسانه‌ای ولایت پنجشیر میگوید که خبر تیراندازی بر یک جوان در ولسوالی آبشار این ولایت حقیقت ندارد. این نهاد در خبرنامه نوشته است که مراجع پروپاگاند تصویر یک شخص را اشتباه به شخص دیگری نسبت داده و اخبار دروغین را به ساکنان ولسوالی آبشار نسبت دادند. در خبرنامه آمده است که این شخص در قید حیات و مشغول به زندگی روزمره خود است. ارگ گفته که شماری از بازرگانان و سرمایه گذاران کشور، بحرین و روسیه در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء گفتند که میخواهند در مورد استخراج معدن و بخش هوانوردی در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. در خبرنامه ارگ آمده است که آقای عبدالکبیر تاکید کرده که امارت اسلامی شرایط لازم را به همه سرمایه گذاران فراهم کرده است. وزارت خارجه کشور با نکوهش حمله اسرائیل بر ایران گفته که این حمله نقض آشکار بر حریم ایران است. این وزارت گفته که این حمله وضعیت امنیت منطقه را پیچیده خواهد کرد. وزارت خارجه از طرفهای تاثیرگذار خواسته که جلوی گسترش جنگ و درگیری در منطقه را بگیرند. برخی از آگاهان سیاسی و اقتصادی میگویند که شدت گرفتن نبرد میان اسرائیل و ایران اثرهای منفی بر افغانستان که در همسایگی این کشور قرار دارد خواهد داشت. شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه در مراسم سومین دور فراغت دانشجویان از انستیتوت تخصصی این وزارت بر تقویت نظام کنونی در کشور تاکید کرد. او گفته که نظام کنونی باید از لحاظ نظامی و جهادی تقویت شود و نگهداری و دفاع از نظام کنونی را فرض دانست. معین سیاسی وزارت خارجه همچنان به سپردن کار به افراد مسلکی در کشور تاکید کرد. دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده است که قرار است نشست شورای امنیت این سازمان در 8 ماه قوس سال جاری در آستانه برگزار شود. بر بنیاد گزارش ها در آن نشست دبیر کل این سازمان طرح تقویتی تدابیر امنیتی مرزهای تاجیکستان با افغانستان را تصویب خواهد کرد. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. بقیه وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.